ادامه تلاش های ملی، منطقه‌ای و جهانی برای آغاز مذاکرات میان افغان‌ها. با آنکه حکومت افغانستان بر روند رهایی زندانیان طالب شدت بخشیده است، هنوز هم خشونت ها کاهش نیافتند و جنگ همچنان در بخش های گوناگون کشور همچنان ادامه دارد. شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده است که در دو هفته گذشته 239 غیر نظامی در حملات طالبان کشته و زخمی شدند. این شورا میگوید که با وجود پیشرفت ها برای آغاز مذاکرات صلح، طالبان به خشونت هایشان ادامه دادند. تا اکنون بیش از 3000 زندانی طالب را حکومت افغانستان و 500 زندانی حکومت را طالبان رها کردند. طالبان روز جمعه برای نخستین بار اعلام کردند که پس از رهایی 5000 زندانی این گروه از زندانهای حکومت افغانستان در مدت یک هفته آماده مذاکرات میان افغانها خواهند شد. اما با تداوم خشونت ها آغاز این روند ممکن است که در همین مورد بیشتر بحث میکنیم. بیننده های عزیز سلام، به برنامه بازنگاه کنونی با من حارث جمالزاده خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقای امام محمد وریماچ، رئیس مؤسسه مطالعات دموکراسی افغانستان، بانو شکریه بارگزای، سفیر پیشین افغانستان در نروژ، و همچنان دکتر عزیز احمد بارز، آگاه روابط بین الملل از بریتانیا، روی خط اسکایپ با ماست. مهمانان گرامی، به بحث بسیار زیاد خوش آمدید. بانو بارگزای، میخوایم بحث با شما آغاز بکنم. چرا همزمان با پیشرفت که در بحث گفتگوهای صلح وجود داره، هنوز هم ما شاهد کاهش خشونت ها در داخل افغانستان نیستیم؟ سلام و سلامتی خدمت شما بیننده عزیز و مهمانان گرامی. کاهش خشونت ها در افغانستان یکی از مواردی است که مردم افغانستان به او ضرورت داره، نه گروه های جنگجوی طالبان. هرچند که قرار و وعده بمی بود که یکی از پیش شرط های گفتگوهای بین الافغانی با شروع شدن آغاز پروسه رهایی زندانیان، ما بریم به طرف یک آتش بس موقت و دائمی، و معلوم دار کم شدن خشونت ها خو از تاریخ 29 ماه مارچ که به اصطلاح یک نوع از تعهد از آدرس طالبا بودن نسبت به مسئولیتشان در پای موافقتنامه‌ای که با آمریکا امضا کردن بودن. اما متاسفانه ما میبینیم که خشونت ها بر علاوه از این که کاهش نیافت، البته در یک سطح زیاد کاهش یافت، با این آمد در روزهایی ما شاهد آتش بس بودیم، اما این کافی نیست برای یک پروسه صلحی که ما میخواهیم بریم، برای یک پروسه که طالبا بیاین و جز یک ساختار تشکیلات سیاسی در افغانستان شوند و شامل قدرت سیاسی شوند. و فکر میکنم که اعتماد سازی در این پروسه آنچنانی که باید صورت میگرفت صورت نگرفته بود. پیش شرط هایی که باید عنوان خطوط قرمز و اساسی مطرح می شد، از جمله آتش بس دائمی رعایت نشد، و در ضمن نشان می تهنوز هم به شکل از اشکال که یک بخشی از گروه طالبا زیاد علاقمند به بحث صلح نیستن در افغانستان. خب بانو بارگزای، باور شما چی است که مشکل اساسی در کجاست؟ آنچرا که جنرال مکنزی، سرپرست فرماندهی ارتش آمریکا، روز پنجشنبه در یک ویدیو کنفرانس اظهار داشتی است که طالبا ضمن از اینکه توافقنامه صلح با آمریکا امضا کردند، پای یک اعلامیه مشترک به آمریکا تعهد سپردند مبنی بر کاهش خشونت ها در داخل افغانستان. یعنی درست نیست آنچه را که طالبا میگه که در توافقنامه ما متعهد به کاهش خشونت ها در برابر مردم افغانستان نیستیم. با اساس او اعلامیه که با ایالات متحده آمریکا توافق کردند، اینا مجبور هستند که باید خشونت ها را در داخل افغانستان کاهش بدن. بله، این گپ بود، موضوعی بود که من قبلا برش اشاره کردم که طالبا به آنچه که خودشان امضا کردن و پای موافقتنامه و دو سند دیگه که امرای از موافقتنامه بود با امریکایا هنوز به عمل نکردن، بر علاوه از اینکه خشونت ها را به حد کافی کاهش ندادن. و فکر میکنم خواست مردم افغانستان و دولت افغانستان برای رفتن به طرف گفتگوهای صلح هم باید امو بحث آتش بس باشد. ما میخوایم موضوع بگویم که شاید گروهی در بین طالبا باشه که یک دست نباشن، یک بخش از اینا هنوز هم تداوم خود، قوت خود، قدرت خود در تداوم جنگ ببینن. اما قسمی که گزارش آخری که در سازمان ملل متحد شورای امنیت پخش شد و از ایجاد یک گروه جدید، یک بخش انشابی از طالبا هست، یک بخشی از عساکر قبلی جنگجویی های القاعده هست،
باید بخش اعظمی از جنگجویای پاکستانی که در افغانستان آمدن و به نام حزب ولایت اسلامی را ترتیب دادن و هنوزم به جنگ ادامه میتن. این نگرانی و دغدغه‌های مردم افغانستان هست که باید جدی گرفته شود، به دلیل اینکه که اگر ما از یک طرف میریم به طرف بحث و گفتگو صلح، اما از جانب دیگه هیچ علامه از رفتن به طرف یک صلح نیست، هیچ نیت نیکی و نیت خوب برای رفتن و آماده سازی فضای صلح از لحاظ فضای اجتماعی دیده نمیشه، و فکر میکنم که مردم افغانستان باز آرام آرام شاید به این پروسه هم بی باور شوند و شاید هم آنچنانی که توقع داریم که این پروسه صلح با گذشت و صبوری که مردم افغانستان داشت نتایج مطلوب و شایان را در قبال نداشته باشه. در ضمن بر طالبان هم بهترین فرصت است، به دلیل اینکه اینا اولین بار هستند که در سطح جامعه جهانی با حمایت گسترده کشورها و ملل‌ها مواجه هستند. اینا هم باید از لحاظ سیاسی فرصت نادیده نگیرن، از این فرصت استفاده کنن و تن بدهن با آتش بس تا بریم به طرف یک گفتگوهای صلح با مفهوم. تشکر آقای بارز. دیده شد که آنچه را که طالبا به عنوان حسن نیت در روند صلح انجام میتن تأثیر گزارش به مراتب بیشتر از چیزی است که حکومت افغانستان به عنوان حسن نیت انجام میتن. بحث آتش بس سه روزه عید از جانب طالبان نشان داد که روند صلح بیشتر وابسته به اراده طالبان است. منطقی که طالبان در چنین وضعیتی که میان به تداوم جنگ در داخل افغانستان ادامه میتن چی است؟ بسیار تشکر. با سلام به شما مهمانان برنامه و بینندگان ارجمند خورشید. ببینین بحثی که طالبان را یک مقدار بالا کشیده و توپ در میدان طالبان و طالبان دارن قسمی عمل میکنن که یک کتاز میدان هستن به قول شما، این است که آمریکا به شکلی غیر مترقبه آمدن طالبان را بسیار تحویل گرفتن و یک موافقت نامه دو جانبه را با اینا امضا کردن که همین گروهی که امسال با اینا موافقت نامه امضا کرد یک سال قبل دقیقاً تروریستان بود در نزد حکومت ایالات متحده آمریکا که بالای سران اینها جایزه های میلیون دلاری گذاشته شده بود. برای همه آمریکایی‌ها در یک ناگزیری کلان جهانی و ناگزیری های داخلیشان که داشتن و دارن در یک توافق با سران استخبارات نظامی پاکستان و بعدا هم در زیر مجموعه آن توافقنامه دوحه را امضا کردند. خب ظاهرا طالبا هم آقای بارز متعهد به آنچه که به عنوان توافق نامه امضا کردن نیستند. بحث گزارش سازمان ملل متحد که بانو بارگزی هم به او اشاره کرد پرده بر می‌داره از داشتن رابطه پنهانی طالبا با القاعده و همچنان رابطه شبکه حقانی با داعش. این خودش به مفهوم نقض آن چیزی است که طالبا پای از او امضا کردند. ببینید یکی بحث نقد توافقنامه است که طالبان با ایالات متحده آمریکا امضا کرده، یک بحث کلانتری است در مجموع در مورد این توافقنامه که طالبان با آمریکا امضا کرده. ببینید در سرزمینی که جنگ وجود داره، در جغرافیایی که حکومت نیمه مشروع وجود داره، اینا پای این توافقنامه امضا نکردند. همزمان طالبان بار بار اعلان کردند که اینا صرف کاهش خشونت ها را و ختم جنگ را با نیروهای بین المللی و آمریکایی‌ها و ناتو پذیرفتند و اینا هیچ وقت هنوز رسما نپذیرفتند که با قوای دولت افغانستان با نیروهای اردو و پلیس ملی افغانستان جنگ نمیکنند. روی هم رفته اینجا یک پارادوکس کلانی است که ما هنوز نمیدانیم. از جانب دیگر بحث چند موادی از این توافقنامه دو جانبه که مخفی است هنوز برای مردم افغانستان واضح نیست که اینا چی است. یکی از تفسیرها این است که طالبان پذیرفتن که سه پایگاه بزرگ ایالات متحده آمریکا را در افغانستان قبول داشته باشند. بقیه این موادی که مخفی است معلوم نیست. برای همین من فکر میکنم در این اعمالی را که طالبان انجام میتن در رابطه با عملی نکردن توافقنامه دو جانبه به نحوی از آنها ایالات متحده آمریکا مقصر است. همزمان حکومت افغانستان تقصیرهای خاص خود را دارد. خب آقای بارز در حال حاضر با افزایش خشونت ها فکر میکنین که طالبا چی هدف را دنبال میکنه؟ آنچه را که هیچ بار اینا شورای نیامدن و نگفتن که مثلا
کجا مشکل کار است. حالا که ما در یک جای رسیدیم، حکومت جمع مردم افغانستان زیر فشار طالبان له میشوند و ما حرف حسابی برای گفتن نداریم که از مردم افغانستان و از سرزمین و جغرافی های افغانستان دفاع کنیم. تشکر بیننده های گرامی. اکنون هم یک میان برنامه کوتاه. با ادامه برنامه باز هم خوش آمدین آقای وریماچ. دلیل این که طالبا در بحث کاهش خشونت ها انعطاف پذیری از خود نشان نمیتن، فکر میکنین چه هدف را دنبال میکنن؟ با در نظر داشت گزارش شورای امنیت در دو هفته 239 غیر نظامی مشخصا در حملات طالبا کشته و زخمی شده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به خدمت شما جناب استاد و خانم بارکزای و جناب دکتر سید بارز. ببینید، طالب ها یک نیروی جنگی هستند و اینا به خاطر اعاده امارت از دست داده خود اینا جنگ میکنند و توافقات هر نوع که امضا کردن با امریکایی ها کردن، نه با افغان ها یا با حکومت افغانستان. و این توقعی ما افغان ها هست یا حکومت هست که باید از جنگ ها کاهش پیدا بکنه و زمینه بیشتر به خاطر صلح و گفتمان صلح مخصوصا میان خود افغان ها به میان بیاید. ببخشید، ولی طالب ها به می فکر هستند که زمینه ای که به خاطر صلح ایجاد شده به علت انمی جنگ های ماست یا ایست که امی فشار هست که وارد شده و حتی هنوز هم اینا آمده نیستن با حکومت صحبت بکنن یا ایست که دولت به رسمیت بشناسن. یعنی چنین خواست نزد ایالات متحده امریکا مطرح نیست که خشونت ها در داخل افغانستان باید کاهش پیدا کنه؟ خب دقیقتا ما تا جایی را که ما میبینیم فشارهایی را که ایالات متحده وارد کرده بیشتر سر حکومت افغانستان بیشتر وارد کرده و دستاورد نتایجش ما دیدیم و ایست که بیشتر سر طالبای انجام داده باشه، ولی طالبا هرگز از جنگ دست نمی بردارن. خب چند روز قبل فرمانده کل نیروهای خارجی متن یک اعلامیه مشترک را که با طالبا تعهد کرده به صفحه توییترش نشر کرد که در اونجا مشخصا طالبا تعهد کردن بر کاهش خشونت در داخل افغانستان. ببینید، یکی موضوعات تعهد است که روی کاغذ ها است و یکی هم در عملا ما می بینیم. ممکن که در تعهد و تفاهم نامه و در صحبت ها خیلی حرفایی شده باشه، ولی ما در وقتی که و یک امو تعهدات و در عمل نبینیم، ما چطور میتونیم اونا را سر از بیشتر ما تاکید بکنیم؟ از طرف دیگه یک موضوع دیگه هم هست، طالبا هم نمیتونن که 100% یک اطمینان کامل بدن که ما بریم به طرف یک اوربند دائمی و اینا. طالبا میدانن که اوقدر نظم و دیسیپلینی هم در میان گروه های از یا موجود نیست که اینا یک بار امر بکنن در سر تا سر افغانستان اینا بتانن که آتش بس تامین بکنن. اینا خود از یا میفهمن که طالب ها از این با درک از وضعیت یک برخورد تکتیکی میکنن، میگن ما اوربند نمی کنیم یا که آتش بس دائمی را نمی کنیم، بلکه کوشش میکنیم که جنگ ها کاهش پیدا بکنن. از این نشان میده که اینا تسلط کامل هم بر روی جنگجوهای خود ندارن، بر روی قماندانای محلی خود ندارن. و از طرف دیگه که همون تو خانم بارگزای هم اشاره کرد که موارد دیگه ای را ما میبینیم، چون که جنگ با طالب تنها خیلی موضوعات عقیدوی و سیاسی هم نیست، جنگ در افغانستان بیشتر موضوعات اقتصادی و موضوعات مواد مخدر و مافیایی خیلی ابعاد مختلف خود داره که ممکن که افراد اشخاصی که سلاح غیر مسلح هستن یا ایست که بنام طالب می جنگن یا ایست که بخاطر تامین منافع خود مخصوصا در بخش قاچاق مواد مخدر این موضوعات مطرح هستن، اینا خیلی فرمانبردار یا گوشدهی برای همچون روندی که در قطر جریان داره اینا خیلی نیستن. بنابراین از سوال اساسی همین هست که خب از یک طرف ما میگیم که صلح در افغانستان میایه، از طرف دیگه میگیم چونین و چونان، ولی از طرف دیگه ما شما جنگ میبینیم که تشدید پیدا کرده، از طرف دیگه ما میبینیم که شاهد قتل‌های زنجیروی هستیم، قتل‌های دست جمعی هستیم. ولی آیا سر از این ما مطالعه بکنیم، مخصوصا شرکای نظام سر از این فکر بکنن آیا همین طالب قرار باشه فردا شریک نظام شو، آیا امنیت میاد یا نمیاد؟ بحث دیگه است. اگر قرار باشه که امنیت بیایه، پس اینا متحد از این گروه های کسای دیگه کی هستن که مردم قتل میکنن؟ یا ایست که فرض مثال اینا مورد قتل های هدف خود قرار میدن، اگر اینا توانمندی از این را دارن، پس چرا این کارا صورت میگیره؟ حالا که ما شاهد هستیم که قتل ها صورت میگیره ولی طالبان این کار میکنن. اگر قرار باشه
که با آمدن طالبان هم صلح در افغانستان تامین نمیشه، یک گروه دیگه جدید پیدا میشه به نام ولایت، به نام این، به نام آن، آیا پس ضرور است که نظام اینقدر قربانی کلان بته به خاطر کاری که نتیجهش نباشه؟ پس بهتر است نظام فکر کنه. سران نظام مشخصا شخص رئیس جمهور در یک ویدیو کنفرانسی که با شورای اتلانتیک شمالی روز پنجشنبه داشت، اونجا با وضاحت گفت که صلح با طالبان به مفهوم پایان جنگ و یا ختم جنگ در افغانستان نیست. یعنی در صورتی که این روند منجر به پایان جنگ نمیشه، خب چرا ادامه داره؟ بر ما هم جای سوال است. فرض مثال آیا اینا که این صلح که پس صورت میگیره و جنگ هم ختم نمیشه و تهدیدات هم به جایش باقی هست، باید از تعریف باید از صورت بگیره. پیش از پیش باید از حکومت و شرکای نظام بر مردم بگن که ما صلح را که میکنیم به می اندازه، ممکن یا بگن که 60% امنیت در افغانستان می، یا بگن که 70 یا 80%، 20% دیگه را که فرض مثال کسای گروه های جنگجوی دیگه هستند که اونا را استخبارات منطقه تمیل میکنه یا کسای دیگه را تمیل میکنه به می رقم باشه. وقتی که تعریف مشخص از صلح موجود نباشه و تعریف مشخص از فیصدی امنیت در افغانستان داخل موجود نباشه، ولی ما بریم به یک سره با اینقدر افکار عامه هم مصروف، سکتورهای امنیتی هم مصروف به یک کاری که ارزش او قدر زیاد نباشه، بنان همینجا ما باید است با قضایا مخصوصا در روند صلح یک برخورد علمی و تکنیکی بکنیم. نه این قدر که تمام انرژی ما وقت ما ضایع شود ولی نتیجهش هم هیچ کدام تغییرات بنیادی را ما نبینیم. تشکر. بانو بارکزی، با چه هدف ما وارد مذاکرات صلح میشیم و خواست مشخص افغانستان از این روند چیست؟ آنچه را که به تازگی رئیس جمهور کشور گفته که مذاکرات با طالبان به مفهوم قطع جنگ و پایان جنگ در داخل افغانستان نیست. اگر راستی چنین است، پس چرا ما دنبال صلح محکم گرفتیم؟ به باور ما اول ما نمی‌فهمیم که نتیجه مذاکرات چی میباشد. در صورتی که ما نفهمیم که نتیجه از این مذاکرات ما را میرسانه به یک صلح پویا و دائمی که عدالت در او مراعات میشه، این یک طرف قضیه است. و اگر این مذاکرات که آغاز نشده، خب البته نمیخوایم که نیت خراب نسبت به این مذاکرات داشته باشم، چون امید مردم افغانستان با این مذاکرات گره خورده، اما هر آن امکانش هست که شکل، محتوا، اختلاف در این مذاکرات تغییر پیدا کنه و یا هم گروه طالبان نتوانند آنچنانه که تا فعلا به تعهدات خود نسبت به جامعه جهانی و مخصوصا امریکا عمل کنه، بعد از این هم عمل نکنه. یعنی خشونت ها کاهش نیابه بلکه شدت پیدا کنه، جنگ خاتمه نیابه. من فکر میکنم جنگ در افغانستان ابعاد مختلف داره، قسمی که استاد بریماش هم برش اشاره کردن، اما در کنار از این که آیا ما به صلح میرسیم یا نه، صلح یک قصه بسیار طولانی است، صلح یک پروسه بسیار طولانی است، اما در شده این شرایطی که ما هستیم به حد اقلهای آنچه که نشانه های از صلح هست ما را شاید بتانه که این پروسه برسانه. کوی عبارت است آتش بست هست. با مجردی که آتش بست اعلان میشه، مردم بدون کدام نگرانی و دغدغه میتونن به زندگی روزمره خود ادامه بدن. در کنار از این که از این آتش بست فقط با طالبا هست، اما ما میبینیم که مثلا گروه داعش، مثلا حزب ولایت اسلامی و و و و و دیگه گروه های جنگجویی که فعلا در افغانستان هستن، هویتشان هنوز هم هویت مرموز هست و یا بیرقایی است که با گذشت زمان تغییر و تبدیل میکنند. بحث جنگ و صلح افغانستان مربوط به خود افغان ها نبوده، نه جنگ از خود ما بوده و نه صلح از خود ما هست. این بحث بحث منطقی است که چقدر کشورهای منطقه دوست دارند به این قسمت همکاری کنند، چقدر قدرت های بزرگ جهان دوست دارند افغانستان از این منجلاب برسانند. و این لایزی که اگر این بحث در سطح منطقه حل میشه و خدا خواسته باشه که مردم افغانستان از انتهای درایت سیاسیشان بیان و به قضایای افغانستان مسئولانه نگاه کنن، باز به اون صورت است که مردم افغانستان هم مالکیت صلح می داشته باشن و هم خودشان مالک رفتن به طرف جنگ می باشن. اون مرحله همون مرحله بیداری است که بازو هنوز دور هستیم. خب آقای بانو بارکزی، به عنوان کسی که شما این روند از نزدیک دنبال میکنین و دخیل بودین در سیاست، فکر میکنین که بازیگران منطقه‌ای بخصوص پاکستان متقاعد شده باشه به این که ختم جنگ در داخل افغانستان به نفع پاکستان است و به گونه صادقانه در این روند همکاری بکنه؟
چون اخیراً ما شاهد سفر رئیس ارتش پاکستان به افغانستان هم بودیم که تعهدات در قبال روند صلح افغانستان داشته. پس از یک برنامه کوتاه به ادامه برنامه خوش آمدین، بفرمایید. اگر شما قضای افغانستان را تعقیب کنید میبینید که رؤسای جمهور پاکستان به افغانستان سفر داشتند، اما هیچ تغییری در استراتژی پاکستان در قبال افغانستان رخ نداد. اگر شما به این فکر باشین و یا دیگه هموطنهای عزیز ما که نبود جنگ در افغانستان به سود پاکستان است، یه اشتباه ما هست. برخلاف به هر اندازه که ماشین جنگ در افغانستان شعله‌ور باشه، به مو اندازه کشور پاکستان از این جنگ منفعت پیدا میکنه، نه تنها از لحاظ بازاری که برای افرادی که در خود پاکستان جای نداره برای جنگ کردن از اونا میدان پیدا میکنه، بحث مسائل اقتصادی است، بحث نفع بردن از جنگ هست، بحث عمق استراتژیکی است که اونا میخواین داشته باشن، بحث دست بالایی در قضایای افغانستان میخواین داشته باشن. این بحثای است که پاکستان هیچگاهی کنار نامده. آمدن و رفتن آقای باجوه هیچ چیز تغییر نمیده، به دلیل از اینکه آنچه که پاکستان میخواید بر افغانستان قابل قبول نیست. پاکستان تا امروز هم شاید روی از روی دیپلماسی بگویند که ما اگر افغانستان باثبات نمیخواییم، اما عوامل اصلی باثباتی افغانستان در پاکستان هست. در ضمن از اینکه این پاکستان است که میخواید با قدرت آوردن طالبان در قدرت سیاسی افغانستان منافع خود حفظ کنند، جمع دیگر کسایی که امروز بر حفظ منافع پاکستان دیروز و امروز در داخل نظام بودن و هستند، اما این هنوزم برشان کافی به نظر نمی رسد. اگر ما به این نظر برسم که پاکستان استراتژی خود در اقتبال افغانستان تغییر داده، من فکر میکنم او روز خوشبخترین روز بر مردم افغانستان باشد. اما متاسفانه هیچ شواهدی وجود نداره که حداقل ما به این گپ خوشبین باشم که پاکستان میتونه استراتژی خود در قبال ثبات، صلابت، همسایه‌داری خوب، تمامیت ارضی و ثبات در منطقه و یا هم منافع اقتصادی منطقوی در افغانستان تغییر بده. پاکستان یکی از کشورهایی است که هیچگاه استراتژی خود به اساس منافع دیگر کشورها طرح نمیکنه. در هر چیزی که منافع پاکستان بود، جنگ در افغانستان منفعت فوق العاده به پاکستان میده. سنگای قیمتی ما قاچاق میشه، مواد معدنی ما قاچاق میشه، آثار تاریخی ما به اونجا قاچاق میشه. یعنی شما که در حقیقت ببینید که بازار ارزشی مارکت افغانستان پاکستان است، حتی قالین ما از اون آدرس میره. پس چرا پاکستان بخواهد که در افغانستان سال باشه؟ او نمیخواهد که این منفعت اقتصادی را از دست بده. در کنار از این که با گسترش جنگ اونا هم انوز پایه های قدرت خود در افغانستان مضبوطتر میسازن. تشکر آقای بارز. اگر راستی منافع پاکستان در بحث تداوم جنگ در افغانستان گره خورده، راهکار اصلی به خاطر از این که منافع پاکستان در داخل افغانستان تأمین شود و صداقت لازم به میان بیاید تا اینکه پاکستان در بحث گفتگوهای صلح افغانستان کمک کنه چی است؟ ببینین، بازی‌های کلان جهانی موقعیت ویژه‌ای را در اختیار حکومت پاکستان قرار داده. در چند سال اخیر ما شاهد این هستیم که جنگ سرد میان ایالات متحده آمریکا و چین در گرفته و پاکستان هم من حیث شریک استراتژیک چین در منطقه از اهمیت ویژه به ایالات متحده آمریکا برخوردار است. روی همین ملحوظ پاکستانی ها تانستند در بازی بزرگ چین که همون نیو سلک رود است که یکی از راه های عمده تجارتی را امتیاز مالیش را بگیرند، همزمان ایالات متحده آمریکا به دلیل اهمیت پاکستان در منطقه و به دلیل تداوم همکاری های استخباراتی و نظامی که با یک کشور داشته، به هیچ صورت نمیخواهد که پاکستان به شکل کامل در دامن چین سقوط کنه. به همین دلیل است که این بارم ایالات متحده آمریکا آمد و یک امتیاز کلانی را بر پاکستان داد که در واقع زمینی را که ایالات متحده مهیا ساخت که با طالبان دل داشته باشه، یکی از زیر مجموعه های تعامل است که اینا با پاکستان انجام دادن.
و اخیرا سفر همزمان زلمه خلیلزاد و رئیس ارتش پاکستان به شهر کابل نشان دهنده معامله در روند گفتگوهای صلح است؟ دقیقاً همین معامله صورت گرفته. ایالات متحده آمریکا در واقع معامله اصلی را با سران پاکستان انجام داده. بحث صلح و مذاکره با طالبان یکی از زیر مجموعه های همین بحث است. ببینین قسمی که خانم بارکزی فرمودن، پاکستانی ها دنبال منافع کلانشان در افغانستان هستند. آمد و رفت سران نظامی پاکستان هیچ چیزی را تغییر نمیده. ببینین سران حکومت ما با مردم ما صادق نیستند. افواهی وجود داره که لوی درستیز پاکستان که به کابل آمد با یک طرح مشخصی آمد، از جمله این که طالبان باید قوای نظامی خود را در مناطق جغرافیایی هستند حفظ بکنند. ببینید سران حکومت افغانستان مسئولیت دارند در برابر مردم افغانستان، پاسبانی از قانون، از جغرافیا و از خاک ما. اگر قرار باشه آمریکایا و طالبان در یک معامله پنهانی بقبولانند برای حکومت که طالبان علاوه از اینکه صلح را نپذیرفتند، خشونت ادامه داره، جنگ خونریزی ادامه داره، هر روز حتی در مساجد ما انفجار می شود، در شفاخانه های ما. اگر این را هم بپذیرند که جغرافی هایی که طالبان در اختیار دارند اونا مسلح باقی بانند، افغانستان در بازی های کلان بعدی و لبنان دوم تبدیل می شود و ما شاهد نه صلح می باشیم و نه ثبات. برای همه یک مقدار بار مسئولیت هم حکومت افغانستان، هم سران نهادهای سیاسی، فعالین مدنی و زنان و همه مردم افغانستان سنگین است که در این شرایط اساس باید با قضایا برخورد جدی داشته باشند. حداقل ما حکومت را زیر فشار قرار بدیم، شورای مصالحه را زیر فشار قرار بدیم که روی یک مصالحه واضح و علنی که در رایزنی با مردم افغانستان وارد مصالحه شوند، وارد گفتگوها شوند. اگر این مصالحه به نفع مردم افغانستان است، بهتر است که ما کنار نیروهای امنیتی دلیر ما ایستاد شویم و شرایط فعلی به نفع مردم افغانستان است. طالبان بعد از امضای توافقنامه با ایالات متحده آمریکا اون روحیه جنگی را در بین نیروهای توده هایشان از دست دادن. اونا قبلا به نیروهایشان روحیه می دادن که اینجا جهاد است. حالا که اینا با خارجی ها و توافق رسیدن دیگه جهادی وجود ندارن. اگر نیروهای امنیتی ما استاد شون، ما با باور کامل برتان گفتم میتونم که در آینده بسیار نزدیک گروه گروه طالبان میان به نیروهای امنیتی تسلیم میشوند و ما شاهد شکست بزرگ نظامی برای طالبان میباشیم. روی همین ملحوظ شرایط بسیار حساس است. ما باید دقت بکنیم در بحث مذاکرات صلح. اگر خدای ناخواسته این بار ما دقت نکنیم، قربانی یک معامله کلان جهانی و منطقه‌ای شویم. علاوه از اینکه ما به صلح نمیرسیم، بی‌ثباتی، ناامنی، فقر و بدبختی در افغانستان ادامه پیدا میکنه. تشکر بیننده های گرامی، اکنون هم یک میان برنامه. به ادامه بازنگاه خوش آمدین. آقای وریماچ، حکومت افغانستان مشکل خود با پاکستان چگونه حل بکنه؟ چون هنوز هم باورابهی است که نقش پاکستان در روند مذاکرات صلح بسیار حیاتی است و صداقت این کشور میتونه سبب موفقیت روند صلح شود. ببینید، یک دو ادعای خیلی بزرگ موجود است. افغانستان هنوز خواستش یا ایست که استرداد پشتونستان هنوز پابرجاست و ما همیشه میگیم که خط فرضی دیورن از روی قلب ما گذشته و ما ایره قبول نداریم، باید از پشتونای او طرف سرحد باید از با ما یک جای شون و این هم حق مشروع افغانستان پنداشته میشه و از ابتدا مخالفت کردم. از طرف دیگه بعد از آغاز انقلاب در افغانستان و شروع جهاد و رفتن به میلیون ها مهاجرین افغان و تشکیل شدن هفت گروه جهادی، این فرصت طلایی را برای پاکستان به دست داد که دیگه افغانستان من حیث صوبه پنجم یا ایالت پنجم خود بپندار. البته در او وقتا خیلی صحبت های هم صورت گرفته بود که گویا دیگه سرحد میان ما نباشه چنین و چنان، ولی از طرف دیگه ما دیدیم که پاکستان واقعا اتو کدام برنامه خیلی استراتژیک از ایران نداشت، از او وقت تا امروز هم نداره که به این مطمئن باشه که ما طرفدارای خود به قدرت برسانم. یعنی مطالعات ما بگیم ایست که دیدگاه ما میست اگر قرار می بود که پاکستان در افغانستان یک
حکومت طرفدار خود ایجاد میکرد، خب امی مجاهدین همونجا بودن در کنار آموزش های جنگی، میتونست که پاکستان مجاهدین آموزش های دیپلماسی یا آموزش های حکومتداری و همه موارد هم انجام میداد. وقتی که مجاهدین در داخل افغانستان رسیده بودن، تقریبا 90% قدرت به حساب میشه که در دست پاکستان بود، ولی مجاهدین یاری و کمک نرسان و شروع شد به خاطر از بین بردن اردوی افغانستان و جنگ های داخلی تا که افغانستان تک تک شد. خب بعدش هم دیدیم که طالب ها را ایجاد کردن و حمایت کردن که گویا، ولی این طالب ها را هم جز از موارد جنگی کدام بخش های حکومت داری یا کدام چیزی را انجام ندادن. دیدیم که اول در ایجاد یک تجارت کرد، در دوباره وقتی که امریکا در افغانستان می آمد باز یک تجارت دیگه بالای طالب ها کرد و امروز یک تجارت دیگه را دوباره انجام می دهند. چندین موارد است که معمولا گروه های جهادی را یا کسایی را که در افغانستان پاکستان ایجاد کرده سرجا تجارت کرده، گاهی فقط جور کرده، باز در جور کردن یک بار تجارت کرده، در فروختنش از بین بردنش باز تجارت کرده، باز در زنده کردن و در مرده کردن از یا بنان هم تو یک چیز بودم. یعنی با باور شما این تجارت هنوز هم ادامه داره در داخل افغانستان؟ این تجارت هم هنوز هم ادامه داره و ادامه خواهدش. اما یک چیز بگیم که پاکستان هم اگر ما بگیم که خیلی چی قوی هست نیست، و هم یک مدیر پروژه هست. آدم وقتی که اگر موضوعات کلان منطقه را در سطح جهان ببینه، برای پاکستان هم شاید برنامه‌ای داده میشه، برش امکانات داده میشه که تو این پروژه را باید است به می شکل مدیریت بکنیم. ولی چیزی که برای ما بسیار مهم است، برای ما و پاکستانی ها، شاید دوستا بگن که به نفع پاکستان جنگ نه، یک چیز براتون بگیم که افغانستان صدایش امروز بسیار بلند است، از لحاظ اوتوریته و حیثیت در سطح بین المللی پاکستان بیخی به صفر ضرب کرده، به خاطر دمی هر جا که میرن میگن که مادر تروریسم در سطح جهان پاکستان است و یه حق افغانستان هم است که باید به تمام جهان باید زیگه بگویه، ولی از لحاظ حیثیت پرستیج صاحب دیپلماتیک، از لحاظ اعتبار، از لحاظ اعتماد در سطح جهان بسیار این ضربات کلان کوبنده ایر افغانستان بر پاکستان رسانده. به نظر ما بهتر است که افغانستان یک ابتکار به دست بگیره، یعنی که امی تمام نهادهای فکری که در افغانستان هست و کشورهای منطقه‌ای که مخصوصا همسایه ما از ما چی تقاضا بین بشین، یک دفعه انمیا را ان تمام کشورهای منطقه را مخصوصا ایران و پاکستان یا روسیه و چین و هندوستان و امریکا، اینا را یک مطالعه بکنیم که این مردم از ما چی میخواین و ما از اینا چی میخواییم، و بنان اینا را فرض مثال فرمول بندی بکنیم. بعد از یک فرمول بندی کامل دوباره وارد مذاکره شیم که در یک حالت بده بستان، یعنی از طرف دیگه در حالت برد امروز یا به یک نتیجه برسی و قناعت بتیم، یعنی هم هر دو طرف قناعت بتیم که اگر صلح میایه اما قدر فایدهش برای خودت است، اما قدر برای ما هست. و این را براتون مطمئن میتونم بگم که وضعیت اقتصادی پاکستان بسیار زننده است، از لحاظ پرستیج و از لحاظ آبرو در داخل نظام پاکستان، در داخل خود پاکستان بسیار پایین است. بنابراین حتی امروز آسیای جنوبی را تمام پاکستان فهمیدم تو گردورد کرده. اگر اینجا که پاکستان یک رول اساسی بازی بکنه، من مطمئن هستم در ظرف 5 سال اقتصاد پاکستان با ایجاد تجارت سالم میان آسیای جنوبی و میان آسیای میانه، من فکر میکنم که خیلی بالا خواهد رفت. ممکن که پاکستان هم تحت تاثیر خیلی با یک سلسله موضوعات کشورهای بزرگ جهان هم بوده باشه، ولی کوشش شوه که برخورد علمی صورت. متاسفانه همیشه از طرف جانب افغانستان با تمام قضاهای امنیتی برخورد احساساتی صورت بگیرد. ما هیچ وقت یک برخورد علمی تکنیکی که وضعیت ما مطالعه کرده باشیم و ایرا ارائه کرده باشیم، یا بر جانب پاکستان یا بر جانب هندوستان یا بر جانب ایران یا یک جای دیگه ایرا که ما در یک گفتمان کلان ششته باشیم، متاسفانه ما نتونستیم. ولی کوشش ما این باشه که ابتکار عمل مخصوصا نظام افغانستان و این نهادهایی که مطالعاتی ما داریم، اینا باید بشینیم روی یک برنامه راهبردی کار بکنیم و برشان بگیم که انمی طرح هم شما را کمک میکنه، هم ما را کمک میکنه، چه از لحاظ پرستیج منطقه و بین‌الملل، چه از موضوعات اقتصادی و چه از لحاظ امنیتی. بنان انمی جو یک ضرورت است که ابتکار عمل باید از افغانا بدوش بگیرن. تشکر بانو بارکزایی. با در نظر داشته عمق استراتژی پاکستان در افغانستان که قبلا شما اشاره کردین، خب چقدر نیاز است که به خواستهای پاکستان حکومت افغانستان تن بده؟ و اگر تن نده، آیا فکر نمی‌کنین که پاکستان باز دنبال ایجاد پروژه جدید و گزینه تازه بدیل طالبان در داخل افغانستان خواهد بود؟ من فکر می‌کنم پاکستان اون مرحله گزینه را سپری کرده و کار انجام داده. تشویش‌های پاکستان در قبال افغانستان، ما آنچه که اونا توقع دارند در افغانستان داشته باشند،
از تا جایی که من خبر دارم هیچگاهی بر مردم و دولت افغانستان قابل قبول نبوده. آیا افغانستان دوست داره یک بخش از جغرافیای پاکستان باشه و تمام سرنوشت خود را بسپاره به دست پاکستان؟ پاکستان در جریان مبارزه بر حق مردم افغانستان که همون جهاد مردم افغانستان بود بی نهایت استفاده عظمی اقتصادی، سیاسی و نظامی بود. بعد از او هم وقتی که حکومت مجاهدین آمد بنابر اساس گفته پاکستان و نزدیکی مجاهدین با پاکستانی ها تمام شیرازه بنیادی افغانستان از جمله اردوی افغانستان کاملا از هم فرو پاشید. بعدش مرحله سومش آمد طالبان کسایی که حتی بودجهشان سالهای اول از طرف پارلمان پاکستان تصویب میشد. ما نمیتونیم حقایق تاریخی این سرزمین نادیده بگیریم و بگیم که پاکستان یک دفعه کل مداخله خود استاد کنه. پاکستان یکی از جمله کشورهای است که با هیچ همسایش هیچ گونه رابطه خوب نداره. شما ببینین رابطه ایران و رابطه پاکستان با افغانستان، رابطه با هندوستان، رابطه با بنگلادش، با دیگر کشورهایی که چی همسایه دور و نزدیکش هست رابطه نیک نداشته. اما برد پاکستان در چی است؟ اول در سیاسیونش هست، سوای تعهدی که به خود مردم پاکستان ندارن اما بر منافع کشورشان و بر پویایی کشورشان به نهایت تلاش میکنن. دوم، قوی بودن سازمان استخبارات پاکستان در برون از پاکستان که ما میبینیم عملا اونا در داخل افغانستان چقدر فعال هستند. سوم، اینا جز چندین ائتلاف هستند از جمله کشورهای مشترک المنافع که باز دیگر کشورها در قبال پاکستان احساس مسئولیت میکنند و در عین حالی که پاکستان زمینه بسیار کلان و خوب لابی گروپ خود داره. بسیار جالب است که شما دیدی کشورهای دیگر هم مثلا ترکیه را که از لحاظ تاریخی با افغانستان بسیار نزدیک است اما در بسیار مسائل استراتژیک با شما نزدیکی ترکیه و پاکستان هم میبینه. یا مثلا بحث چین با تمام نزدیکی پاکستان با عربستان سعودی و آمریکا هنوز هم شما میبینید که از چین هم پاکستان منافع اقتصادی دریافت کرده و میکنه. بعد از این هم خب بانو بارگزای اگر بحث جمع‌بندی بکنیم با در نظر داشت این واقعات را که شما اشاره کردین بدون از اینکه حکومت افغانستان روابط دیپلماتیک خود بهبود ببخشه با پاکستان و قناعت پاکستان فراهم بکنه ما شاهد موفقیت روند صلح در افغانستان میباشیم؟ بله، اگر مردم افغانستان بیدار شوند، در غیر از اون نه. خب راهکار عملی که شما فکر میکنین سبب بیداری مردم میشه چی است؟ طالبان چقدر هستن؟ شاید از 100,000 200,000 افغان بیشتر نباشن. دیگر گروه های جنگجو در افغانستان چقدر است؟ شما هم از این که جمع بزنین شاید از 250,000 نفر جنگجو بیشتر نباشد. اما آیا اینا میتونن در برابر 35 میلیون نفوذ استادگی کنن؟ معلوم دارست نه. در صورت نه پس ما باید برای بیدار شدن مسئولیت پذیری از این 35 میلیون انسان ما باید کوشش کنیم و برشان هم ایس تعلق به سرزمین رو بتیم، برشان حس مسئولیت پذیری رو بتیم، برشان چیز به نام مبارزه باید معرفی شود و برشان گفته شود که هیچ کسی به نام خدا برتان خوبی نمی کند الا که خودتان به وضعیت خودتان دل نسوزانید. در نهایت امر حس ملیگرایی تقویت بیافه، حس ملیگرایی، حس تعلق به افغانستان، حس تقصدایی، حس پویایی افغانستان و حس افغان بودن، با هم بودن، در یک سرزمین زندگی کردن، مشترکات بسیار عمیق داشتن و به درد یک دیگر سوختن و در کنار هم دیگر ایستادن. این همی راه حل نسخه درد مردم افغانستان است که باید به این رسیدگی شود. چی سیاسیون، چی روشن فکرا، چی راستگرایا، چی چپگرایا، امروز روز اینمی اتحاد و اتفاق و وحدت ما است. تشکر. بیننده های گرامی، اکنون هم یک میان برنامه کوتاه. به ادامه بازنگاه خوش آمدین. آقای بارز، راه حل چی است؟ چی کار صورت بگیره که هم قناعت پاکستان فراهم شود و همچنان ما بتانیم شاهد موفقیت روند صلح و تأمین ثبات در افغانستان باشیم؟
روی کردی طرف های بین المللی منطقوی و حتی سران نظام در افغانستان به صلح روی کردی منفعت طلبانه یا منفعت جویانه است. برای همه پاکستانی ها برخلاف آنچه ما شنیدم طرح واضح دارند، آمدن واضح مطرح کردن. این بار بارهای گذشته ما یک مشکل کلان با پاکستان داریم که خط دیورند از پاکستانی ها واضح آمدن و مطرح کردن که باید مسئله دیورند ختم پیدا کنه. پاکستان عمق روابط را در افغانستان در مقایسه با هند میخواهند و پاکستان همزمان فعلا در یک همکاری با ایالات متحده آمریکا طالبان را وادار کرده که بیاین با میز مذاکره و مذاکره بکنن و همزمان اینجا مسئولیتی سران حکومت افغانستان است که هم با خواسته های معقول همسایه های خود جواب درست بده، جواب مطابق منافع ملی افغانستان بده و همزمان منافع کلان افغانستان را در پیوند به صلح در یک دکترون کلانی که از طرف سران نظام و اعضای شورای مصالحه ملی و نیروهای مطرح سیاسی در افغانستان ترتیب شوه و روی این دکترین ما بریم مذاکره صادقانه با طالب بکنیم. اگر قرار باشه قسمی که قبل گفتم که ما روی یک برنامه مدون که در او حمایت مردم افغانستان را نداشته باشیم و به منافع کلان افغانستان نباشه و پیامد این گفتگوها صلح و ثبات دائمی در افغانستان نباشه، آمریکا جمع پاکستان در یک توافق مخفی بیارن طالبان را دوباره بر افغانستان حاکم بسازن، بهتر است که از همین حالا سران حکومت واضح بیان به مردم افغانستان اخلاق مدارانه مسائل پشت پرده را بگوین تا مردم افغانستان بفهمند که کجا روان هستن. از جانب دیگر طالبان واضح بار بار گفتن که ما با سران حکومت مذاکره نمیکنیم. الان اگر اینا میاین زیر فشار آمریکا و پاکستان با سران حکومت اگر مذاکره هم میکنن، طرح اصلی طالبان تغییر نیافته. در واقع طالبان دارن میگن که ما در افغانستان هم نماینده دینیم هم نماینده قوم پشتون. اینا طالبا در افغانستان مخالفین خود کسایی رو میدانند که قبلا با اینا جنگیدن. تشکر. این در واقع حوزه ضد طالبانی بیایند طرح واضحی با طالبان بگویند که منافع مردم افغانستان اینجاست و ما از این منافع نمیگذریم و این منافع در پیوند با حکومت در رایزنی با حکومت افغانستان به منافع کلان ملی تشکر. افغانستان پیوند خورده باشد. تشکر آقای وریماچ، حرف اخیر از شما. خب یعنی بررسی های اخیر ما نشان میده که اگر قرار باشه وضعیت به این گونه پیش بره و اگر با طالبان هم صلح صورت بگیره، امنیت در حدود 50% یا 60% خواهد بود. افغانستان شاهد یک امنیت 100% نخواهد بود و ایره باید از هم نظام بپذیره و هم مردم بپذیره، چون که قرائن و حرکت های دیگه ایره ما میبینیم. من یک پیشنهاد دارم به شورای امنیت ملی افغانستان. شورای امنیت باید از روی یک برنامه کلان تامین امنیت افغانستان در سطح منطقه کار بکنه و تمام نهادهای مطالعاتی را که ما داریم اینا را هم را جمع بکنه و یک راهکار علمی و تکنیکی را باید از ترتیب بکنه بر روی انمی راهکار و به حساب علمی و تکنیکی و بعد یک مسیری باید استعین شوه که از اون مسیر ما دنبال بکنیم. ممکن که در 2 سال بعد، 3 سال بعد، 10 سال بعد وقتی که ما میرسیم به یک نتیجه یک صلح منطقوی یا دائمی در افغانستان برسد. بنا اگر قرار باشه ما به می رقم با احساساتی، با احساسات، با یک دیدگاه مقطعی و ما تقبیح میکنیم، ما چنین میکنیم، ما چنان میکنیم، یک کار درست نیست. ما شما باید بپذیریم که استخبارات منطقه مخصوصا حریفای قوی در داخل نظام و در داخل افغانستان افراد نماینده های خود دارن. اینا روی از این موضوعات بر پروژه های خود اینا اگر دیده باشیم اینا سرمایه گذاری کردن و بعض وقتا میرسه که یک رقم حکومت هم میپیچانن که هیچ کس نمیفهمه که این حرکت یه قدرت نامری کی است که حکومت اینقدر دردسر برای ایجاد میکنه. ما معمولا اگر دیده باشیم در خیلی موضوعات پاپی پیش پا افتیده مطرح هستیم، میپیچیم و یک کل از این گپای از فرض سر یک موضوع یک وزارت، سر یک موضوع کدام معینیت، یک کدام ولایت، یک رقم موضوعات بالا میگیره که یعنی در کل آنچه به عنوان صلح مطرح است در افغانستان باید برنامه محور باشه. بالکل برنامه محور باشه و افغان ها این ابتکار خودشان بکنن. من دلم برای طالبان بسیار میسوزه، اولاد وطن است،
ناکشته میشه، همین طرف از عساکر ما بیچاره شهید میشن، و از اون طرف اولاد وطن به نام طالب کشته میشه، و این اولاد وطن امروز در دست کسایی هستن که مورد سوء استفاده بر علی اولاد به حساب کشورشان قرار میگیرن. بنان باید از ابتکار عمل افغان ها دست جمعی بگیرن و یک بازی خیلی باریک ضرورت داره که بسیار ظریفانه که سرازی یگانه کسی که میتونه این را مدیریت بکنه شورای امنیت ملی افغانستان. تشکر، سپاسگزار هستم از حضورتان. امام محمد وریماچ، رئیس مؤسسه مطالعات دموکراسی افغانستان، بانو شکریه بارگزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ، و آقای دکتر عزیز احمد بارز، آگاه روابط بین الملل از بریتانیا. و بیننده های عزیز، از شما هم تشکر که تا این دم بیننده برنامه ما بودین. تا برنامه بعد، بدرود.